تقویم هنرمندان ۲۵ جدی 1399 مصادف است با 47 سال روز درگذشت استاد عبدالغفور برشنا، مشهور به ستاره‌ای در 7 آسمان هنر، آوازخوان، آهنگساز، شاعر، داستان‌نویس، مترجم، هنرمند تئاتر و نقاش برجسته افغانستان. دادو بیدار کنم یار بی وفا دل و جان را بکنم فرز یاد نگار. عبدالغفور برشنا فرزند امیر محمد خان در سال 1285 هجری شمسی در کابل چشم به جهان گشود. تحصیلات ابتدایش را در مکتب ترقی به پایان رساند و سپس وارد لیسه حبیبیه شد. کودکی بیش نبود که میل به آفرینش‌های هنری در او جان گرفته و مهارت‌ها و توانایی‌هایش به ویژه در هنر نقاشی استادانش را به حیرت و تعجب می‌انداخت. استاد برشنا بعد از فراغت از لیسه حبیبیه برای ادامه تحصیلات عالی در رشته طب به آلمان فرستاده شد. اما او که این رشته را مطابق ذوق خود نمیدید، از دولت تقاضا کرد تا زمینه تحصیل را در رشته هنر نقاشی برایش مساعد سازند، ولی کسی به تقاضایش اعتنایی نکرد. استاد برشنا سالها قبل در یکی از مصاحبه‌های رادیویی‌اش با زنده‌یاد داوود فارانی، نطاق برجسته رادیوی آن زمان، در برابر سوالی چنین اظهار می‌دارد: من قبل از سفر آلمان سر مفتشین صدر اعظم هاشم خان گفتم که ممکن است یک دکتر شوم، اما یک دکتر بد، ولی ممکن است یک نقاش خوب شوم. آنها در جوابم گفتند امروز در افغانستان نقاشی به کدام درد ما می خورد؟ در موسیقی هم برادر من به پیش استاد نوروز، برادر استاد قربان علی، شاگرد بود و من در گوشه می نشستم و گوش می کردم. یک روز استاد نوروز از من پرسید که تو هم شوق داری؟ من گفتم بله، همان چیزهایی که شما درس دادید من هم همانها را یاد دارم و سپس آن را خواندم و استاد نوروز آن را خوش کرد و از آن تعریف کرد. در سال 1315 وقتی از آلمان برگشت به حیث معلم مکتب صنایع مقرر شد. در سال 1321 به حیث مدیر لیسه نجات، در سال 1329 به حیث عامل نشرات رادیو کابل افغانستان و سپس به حیث مدیر مکتب صنایع و بعداً به صفت مشاور وزارت معارف. او طی این سالها علاوه بر وظایف دولتی نه تنها با نوشتن قصه ها و افسانه های تاریخی در مجلات آریانا و جوادون و کمپوز آهنگ های دلپذیر برای هنرمندان مستعد رادیو و نگارش مقالات و سرودن اشعار ناب نمایشات رادیویی را به وجود آورد، بلکه درامه های زیادی برای تئاتر نوشت. صدها نوشته و مقاله علمی و ادبی را از زبانهای آلمانی و انگلیسی با فصاحت و لطف و ملاحت به زبان فارسی ترجمه نموده و درهای اسرار فرهنگ و علم و ادب ملل را بر روی هموطنانش گشود تا به کمک آن به افقهای نو برسیم. زندگی امیر شیرعلی خان از متن آلمانی به دری، یکی از ترجمه ها و تونل، لالا ملنگ و مریض عشق از نمایشنامه های پرهیاهای اوست. او نیز در کنار این همه فعالیت های ثمر بخش در سرودن شعر و داستان نویسی نیز دست توانایی داشت. مجموع اشعار و داستان ها، قصه ها و افسانه هایش کاک اورنگ و کاک بدرو، قفل دل، نیکی و بدی،
لیان دختر پادشاه باختر، بادآورده را باد می‌برد، یک فامیل کوچی و غیره سالها قبل به چاپ رسیده است. گفته می شود که او زمانی به فیلم سازی نیز روی آورده بود و فیلم برداری فیلم هنری را در اتحاد جماهیر شوروی رهبری می کرد. استاد برشنا در رشته موسیقی نیز یک تازه میدان بود و این موسیقی را نزد استاد قاسم افغان فرا گرفته بود. او زیادتر برای هنرمندان آماتور کمپوز ساخته است که بیشتر شعرهای این آهنگ ها از خودش می باشد. ای شعله حزین، ای عشق آتشین، ای درد واپسین، ای نگار من، گل عذار من، یک دمی بیا در کنار من. ای شعله حزین، ای عشق آتشین، ای درد واپسین، این شعر کست یا که جنو یا شیر من که بید آدم سوز جاودان. همچنین یکی از کمپوزهای او با آواز مناده آوازخوان شهیر هندوستان در فیلم وقت کپی شده است. او میره زهر جبین توجه معلوم نهی. اے میرے زہرہ جبین تجھے معلوم نہیں تو ابھی تک ہے حسین اور میں جوان تجھ پہ قربان میری جان میری جان شوخیاں یہ باق پن جو تجھ میں ہے کہیں نہیں. او علاوه بر داشتن شاگردان زیادی چون دکتر صادق فطرت ناشناس، استاد جلیل زلاند و غیره، خود نیز از داشتن صدای گرایی برخوردار بود و گهگاهی آواز میخواند و چی زیبا و دلنشین آواز میخواند. لب خندان و غزل خان بسد ناز بیا، ببرم باز بیا، شوخ تناز بیا، مست و مدهوش و قده نوش و نظر باز بیا، محرم راز بیا، یار دمساز بیا. لب خندان و غزل خان و بسد ناز بیا، ببرم باز بیا، باز بیا، شوخ تناز بیا، مست و مدهوش و قده نوش و نظر باز بیا، مست و مدهوش و قده نوش و نظر باز بیا، ببرم باز بیا، مار میرا بیا، باز بیا، یار دمساز بیا. سرانجام استاد عبدالغفور برشنا، این استاد تکرار نشدنی و مسلم فن نقاشی، تئاتر، آوازخوان و آهنگساز، شاعر و داستان نویس، در روز 25 جدی 1352 چشم از جهان فرو بست. در نگارستان ملی آثار هنرمندان زیادی موجود است که در آن میان بعضی از آثار استاد برشنا نیز به چشم می خورد و همچنین نمایشگاه هایی از آثار نقاشی استاد برشنا در امریکا، روسیه، ایران، ترکیه، بلغاریا و آلمان دایر شده است. بنیاد فرهنگی هنری امیر خسرو بلخی، یاد و خاطره مرحوم استاد برشنا، مشهور به ستاره‌ای در هفت آسمان هنر افغانستان را گرامی می دارد. روحشان شاد و یادشان گرامی باد. غزالان کا پیال چشم مسته بیابان ده بیابان پرسته اگر نرگس اگر
شکر نرکس سکر جام مصطفی دار بیاد چشم خوبانه پرگست